همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، من محمد امینی همان گونه که پیشتر با آقای شما رساندم، با پشتیبانی و همکاری و همراهی مدیران تازه تلویزیون اندیشه، ما یک رشته برنامه های نو رو در تلویزیون اندیشه آغاز کردیم. مراد از ما هم بنیاد آینده است، بنیادی که سال گذشته من به راه انداختم و امروز هم همکاران بسیار بسیار خوبی دارم و در این مجموعه برنامه ها که بیشتر اونها در ساعت‌های شامگاه تهران از ساعت 8:30 تا 10:30 پخش خواهد شد، البته با تغییرات اندکی، ما یک رشته، من و دوستان، افزون بر برنامه‌هایی که خود من در این تلویزیون داشته و دارم، مانند برگی از تاریخ، گفتگوی من با آقای حسین مهری، یک رشته برنامه‌های نو، برنامه‌های تازه‌ای رو هم به شما ارمغان خواهیم کرد. اینکه من امروز در حضور شما هستم از این روز که یکی از برنامه سازان تازه تلویزیون اندیشه و بنیاد آینده رو به شما معرفی میکنم و پس از پاسی خواهم رفت و ایشان تنها با شما گفتگو خواهند کرد. من آقای رضا علوی رو سالهای درازی است که از دور میشناختم، ولی آشنایی تازه من با ایشان و به اندیشه ها و کارها و رفتار و انسانیت ایشان از زمانی آغاز شد که دعوت شدم برای یک سخنرانی به شهر دلاس و ایشان میزبان من هم در خانه خود بودند و هم میزبان من در معرفی برنامه من بودند. البته این رو هم میتوانم بگویم که در اون هنگام به یاد نداشتم که ایشان رو پیشتر هم دیده بودم، ولی به هر روی بسیار از آشنایی دیگر باره با ایشان شادمان شدم و هر چه در این سالها بیشتر با ایشان آشنا شدم دریافتم که دارای اندیشه های گسترده و ژرفی هستند و به راستی باید بیشتر به این کارها بپردازند. حتی به یاد دارم یک بار در منزل هنگامی که مهمان ایشان بودم، همسرشون با لهجه بسیار شیرین اصفهانی می گفتن که رضا باید کار و کسب رو اصلا کنار بگذاره، بیشتر به این کارهای قلمی و این نوع اندیشه ها بپردازه. خب خوشبختانه امروز بیشتر ایشان به این کارها می پردازن و من می دانم که در یکی دو رسانه اینترنتی گاه مصاحبه می کنند و برنامه کانالی هم دارن در تلگرام با همین نام آشیانه اندیشه ها. امروز ایشان با من هستند، من ایشان رو میخواهم به شما معرفی کنم و از هفته آینده در همین روز، روز چهارشنبه ساعت 9 تا 9:30 بامداد، برنامه آشیانه اندیشه ها با رضا علوی خواهد بود و البته چهره من رو دیگر در اون برنامه نخواهید دید. دوست بسیار گرامی و ارجمند من آقای رضا علوی، به تلویزیون اندیشه خوش آمدید. سپاسگزارم جناب امینی و درود بر هممیهنان عزیز. منم متقابلا باید شادباش بگم به شما و همچنین به تلویزیون اندیشه. مطمئنن حضور و وجود بنیاد آینده میتونه یک رمق جدید، یک نفس جدیدی به تلویزیون اندیشه بده. تلویزیون اندیشه جزء اون تلویزیون هایی هستش که در داخل کشور بیننده فراوانی داره، مورد توجه بخصوص جوانان، روشنفکران و کسانی که چالش میکنن با سیاست قرار داره. و با توجه به اینکه این نفس جدید، این حرکت جدیدی که توسط بنیاد آینده و بنیاد کننده بنیاد آینده یعنی محمد امینی داره میره جلو، میتونه یک جان تازه‌ای بده و با ابتکار، نوآوری و به اضافه این که بتواند تحلیل های منطقی، علمی و با واقعیت های موجود که همسو باشه در این سمت سو حرکت بکنه. محمد امینی رو من سالها پیش از دوران دانشجویی با ایشان دورادور، با نوشته هاش، با افکارش، با اندیشش آشنا بودم و منتها زمانی برای من همچون یک جرقه بود که دیدم ایشون داره با یک دید دیگری به تاریخ می نگرد، نوآوری در تاریخ می آورد، به گونه دیگه از اون شکل سنتی تاریخ فاصله می گیره
و پرونده هایی رو باز میکنه که این گشایش دید کسانی که به دنبال تاریخ هستن و به دنبال سیاست هستن با یک فضای جدیدی روبرو میشن. به حال حضور ایشون و وجود بیشتر ایشون علیرغم که تا کنون 3 برنامه در تلویزیون اندیشه داره غنیمت و عرض بینه. سپاسگزارم. جناب علوی، برای بینندگانی که برای نخستین بار با این برنامه روبرو هستند، چون خیلی ها شما را در تلویزیون اندیشه در برنامه های با آقای گوهرزاد دیدند و ایشون البته شاکی بودند که با آغاز برنامه های شما ممکنه شما دیگه در برنامه هایشون شرکت نکنید، اما مراد از آشیانه اندیشه ها چیست؟ میدانم که شما سخت علاقمند هستید به پرداختن به موضوع ساختار قدرت در ایران و همچنین به یک رشته رویدادهای ویژه در خاورمیانه. من نخستین بار اون پژوهش‌ها و دیدگاه‌های بسیار جالب شما رو در مورد داعش و حرکت‌هایی که در جریان‌های اسلامی خاورمیانه به وجود آمده چند سال پیش خواندم و بسیار آموختم. در این برنامه 25 دقیقه هفتگی شما چه ارمغانی، چه دیدگاهی، چه اندیشه‌ای به خانه مردم یا دفتر کار مردم در ایران و خارج از ایران خواهید برد و کار تازه این برنامه چه خواهد بود؟ به طور کلی زمینه کار من و پژوهش‌های من در 2 مورد کلی گذاشته شده و اینو خب سال‌هاست دارم روش کار می‌کنم. در مورد مسئله ایران عمدتاً پرداختن به ساختار قدرت امر بسیار مهمی هستش. چرا؟ به خاطری که برای باور هستم اگر ما میخواهیم تحلیلی بدیم بر حوادثی که در ایران به وقوع میپیونده، از برجام بگیرید تا همین خیزش اخیر دیما تا مرافعات بالایی ها، گرفتاری های مالی، بحران های سیاسی، بحران اخلاق، بحران سیاست و بحران مناسبات ایران با مجامع بین الملل و با منطقه، باید یک سنجشی داشته باشیم، یک ارزیابی داشته باشیم، همچنین یک ارزیابگری که همیشه با یک معیار حرکت میکنه و با یک ابزار حرکت میکنه. ابزاری که ما در اختیار داریم به باور من مسئله شناخت درست، دقیق، عاقلانه و با واقعیت‌های موجود از ساختار قدرت هستش. بنابراین ما با این ابزار میتونیم از شرایط کنونی یک ارزیابی دقیق‌تری که با واقعیت‌های موجود همسو هستش ارائه بدیم. بسیار از تحلیلگران ما بر پایه باورها، عشق، علاقه‌ای که خودشون دارن به اون عقیده خودشون، بسیار از واقعیت‌ها رو پرده میپوشونن و واقعیت‌ها رو بیان نمی‌کنن، نه اینکه نخواهن بیان کنن، بلکه تلاش می‌کنن که تحلیلشون بر پایه آرزوها و خواستهای خودشون باشه که این با واقعیت‌های موجود همسویی نداره. بنابراین رازگشایی از عناصر اصلی قدرت سیاسی باید با ابزار شناخت دقیق از ساختار قدرت باشه و خب در این میانه میتونیم ابهامات مناسبات و مرافعات قدرتمندان رو آشکار بکنیم و بعدها برسیم به اینکه سرنوشت حاکمیت سیاسی در ایران به چه شکستش؟ آیا نظام وارد فاز فروپاشی شده است؟ اگر شده است راهکار ما چه هستش؟ آینده چگونه باید حرکت بکنن کنشگران و نیروهای سیاسی؟ و به اضافه ای که در این وسط باید منابع اقتدار و مشروعیت نظام رو مشخص بکنیم و بدون تردید هر نیم نگاهی یا هر نگاهی که به مسائل روز میخواهیم بندازیم باید بر پایه این ابزارها باشه. در مورد مسائل منطقه که خب به هر حال به باور من در سالهای اخیر حضور گروه‌های جهادی و جهادیست به عنوان یک امری به خصوص پس از قدرت گرفتن جمهوری اسلامی در منطقه مطرح شده، این باید مورد توجه تمام ایرانیان باشد. چرا؟ به خاطر اینکه هر حرکتی که در منطقه انجام بشود انعکاسش و پژواکش در ایران و برعکس، هر حرکتی که در ایران انجام بشود پژواکش در منطقه خودنمایی می کند. برای شناخت از منطقه باید بدانیم در منطقه چه می گذارد، این گروه های جهادی چه می کنند،
بنابراین کند و کاوهایی باید در گروه های جهادی انجام بدیم. دوران پسا داعش رو باید ارزیابی بکنیم با از محلال یا نزول یا ریزش داعش چه شرایطی داره در منطقه به وجود میاد. باید به مسائل جنگ نیابتی ایران و عربستان بپردازیم، نقش ایران در منطقه و همچنین مسئله استراتژی روسیه در منطقه مطرح هستش، گردنکشی و ماجراجویی های ایران، عربستان و این اخیراً ترکیه مهمه، استراتژی امریکا و اتحادیه اروپا در خاورمیانه چگونه هستش، بازار پریشان اما پایدار نفت، نفت به عنوان یک ابزاری، یک منبعی که در پیشبرد مسائل منطقه نقش زیادی داره و منبع اقتصادی بسیار از کشورها در منطقه هستش، مثل سعودی، مثل ایران، مثل عراق، به اونا باید بپردازیم. آیا خاورمیانه آبستن یک سری شعله‌های آتش دیگری هست پس از دوران پسا داعش؟ آیا نبرد قدرت داعش و طالبان بخصوص در ماه‌های اخیر، در هفته‌های اخیر در افغانستان چگونه هستش؟ چرا جمهوری اسلامی نسبت به شرایط افغانستان و کشتاری که طالبان داره در اونجا میندازه بی تفاوت هستش؟ موقعیت 80 شعبی در عراق و سایر گروه های شیعه که توسط جمهوری اسلامی مورد حمایت قرار میگیره، به باور من اینا مسائل مهمی هستش که اگر بتوانیم به هر جلسه بهش بپردازیم از اهمیت فراوان برخورداره. جناب علوی، ما در 40 سالگی انقلاب اسلامی نشستیم. ایران یک کشور بسیار کهن است. ساختار شهریاری در ایران یکی از کهن‌ترین ساختارهای شهریاری در تاریخ بشر بوده، شاید کهن‌ترین، و در درازای نزدیک به 3000 سال این تاریخ شهریاری پادشاهی در ایران ما با 3 دگرگونی اساسی در درازای این 3000 سال روبرو بودیم. نخست دوران پیش از اسلام که ما با یک ساختار شهریاری ویژه فلات ایران روبرو بودیم که امروز نمیخوام به اون بپردازم. سپس با آمدن عرب و اسلامی شدن ایران و سپس شکل‌گیری دولت‌های ترکمان تبار از دوران غزنوی به این سوی، ما با یک دوران شهریاری ایلیاتی روبرو بودیم، یعنی ساختارهای شهریاری در ایران آکنده از درگیری‌های ایلیاتی شد و سپس دوران مدرن شهریاری آغاز شد با انقلاب مشروطه. یعنی در انقلاب مشروطه ما با یک ساختار پادشاهی شهریاری مدنی شهری روبرو شدیم. جدا از اینکه شما چه انتقادی به دوران رضا شاه، محمد رضا شاه داشته باشید، روی هم رفته دوران پس از مشروطه یک ساختار شهری در ایران بود، یک ساختار مدنی در ایران بود و خانواده های شهری ایران با یکدیگر در چالش و درگیری بودند، از چپ تا جبهه ملی تا نیروهای هوادار پادشاهی، نیروهای سازنده جامعه، همه اینها روی هم رفته به خانواده شهری ایران، خانواده مدنی ایران تعلق داشتند. در این 40 سال ما با یک پدیده بسیار بسیار تازه‌ای روبرو هستیم. برای نخستین بار یک حکومت دینی یک پارچه بر ایران چیره شده. قوانین بر پایه باورهای دینی شکل گرفته و از دل این 40 سال حکومت دینی ما با 3 پدیده بسیار نو در ایران روبرو هستیم. نخستین که هیچگاه در تاریخ ایران ما با حضور یک نیروی نظامی در سپهر اقتصاد ایران روبرو نبودیم. یعنی حتی پس از کودتای 1299، اگرچه رضا شاه سردار سپه فراز خودش رو به سوی پادشاهی آغاز کرد، ولی نیروی قزاق و سپس ارتش مدرن ایران جایگاه ویژه‌ای در توسعه اقتصادی ایران نداشت، کنار بود. حتی پس از 28 مرداد، اگرچه فضل الله زاهدی به قدرت رسید، ولی او در جایگاه یک ژنرال یا یک سپهبد یا رهبر نظامی به قدرت نرسید و نیروهای نظامی بیرون از حوزه قدرت بودند و هنگامی که درگیری میان زاهدی، درگیری‌های محدود میان زاهدی و شاه آغاز شد، شاه بازی رو از زاهدی برد و زاهدی رو کنار گذاشت.
هیچگاه در ایران ما مانند سوریه یا عراق با حضور یک نیروی نظامی در کانون قدرت در دوران مدرن روبرو نبودیم. امروز سپاه پاسداران نه تنها نیروی چیره نظامی بر ایران است، بلکه یکی از نیروهای بسیار مهم توسعه اقتصادی است. یعنی بخش بزرگی از اقتصاد ایران، برخی میگویند نزدیک به 40% تولید ناخالص ملی در دست نهادهایی است که وابسته به سپاه پاسداران هستند. نهادهای دیگری در ایران شکل گرفته که اصلا در تاریخ ایران بیمانند بوده، نهادهای غیر دولتی ولی وابسته به دولت مانند آستان قدس و نهادهای مذهبی دیگر با پول کلان. و در کنار اینها ما با پدیده سومی هم روبرو هستیم که پیشتر هیچگاه این رو حتی در دوران قدرت آخوندها در دوران صفوی یا قدرت ملا علی کنی در دوران ناصرالدین شاه با اون روبرو نبودیم. ملا علی کنی سپه سالار رو از صدر اعظمی کنار نهاد، اما در کانون قدرت سیاسی قرار نداشت، در حالی که امروز آخوند در کانون قدرت سیاسی است. رهبر روحانیان ایران آقای خامنه‌ای رهبر دولت هم به شمار می آید. پرسشی که من نه تنها با شما بلکه با همه کسانی که نگاه به این ساختار قدرت دارند در برابر اونها قرار می دهم این است که این ریزش آینده این حکومت، ریزشی که آغاز شده، به داوری من، نمیدونم شما با ما موافق هستید یا نه، آنچه که در این ماهای گذشته در ایران اتفاق افتاد پایان دوران اصلاحات بود و آغاز یک دوره انقلابی، نه انقلابی به مفهوم این که مردم میخوان اسلحه در دست بگیرن، خیر، به مفهوم گذار، به مفهوم پایان حکومت دینی. دیگه اصلاحات به پایان رسیده، این دوره آغاز شده در ایران. این ریزش رو شما در این ساختار جدیدی که در ایران به وجود آمده، ساختار غیر مدرنی که در ایران به وجود آمده، و این ساختار قدرت رو اصولاً چگونه ارزیابی میکنید؟ بله، ببینید، به طور کلی دوران انقلابات تموم شده. امروزه گفتمانهای دیگه هستش. حکومت‌ها از طریق اصلاحات، از طریق فروپاشی که بحران است که در درون خود حکومت‌ها هست ساقط میشه. مثلث شومی، منظورتون از انقلاب در واقع یک نوع حرکتی مانند انقلاب اکتبر یا انقلاب 57؟ بله، ببینید، یعنی اگر نگاه بکنیم میبینیم که کلی این انقلابات دارای یک بهره مناسبی برای این که بتونه توسعه سیاسی وجود بیاره و دموکراسی رو گسترده بکنه وجود نداشته. یعنی اگر در انقلاب فرانسه روبسپیری پیدا میشه که پیشینیان از بین میبره، اگر در انقلاب اکتبر 1917 پس از خود لنین در 1924 استالین پیدا میشه که حتی وزیر امور خارجه رو مثل چرچسکی یا بعدا پلخانوف رو از بین میبره و به عبارت دیگه بخشی از قدرتمندان بر علیه بخش دیگر از قدرتمندان میایستند و انقلابیون دیروز ضد انقلاب امروز میشن، این یک فرمولی هست گویا که در تئوری سیاست و در انقلاب و انقلابیگری بلای جان کلی انقلابات شده که به دلیل وضعیت درونی و حرکت‌هایی که به عنوان ساختاری در درون کلی انقلابات هست. همین حادثه در مورد انقلاب یا تکانه سال 57 هم به وقوع پیوست و به علت ساختار قدرت دیدیم که چگونه انقلابی امروز فردا به تبدیل به ضد انقلاب شد و از بین رفتش. در همون روزهای اول، سالهای اول در فروردین سال 1361، ساده قطب‌زاده وزیر امور خارجه سابق و انقلابی دیروز و همراه خمینی اعدام میشه و این حکایت ادامه پیدا میکند تا به عنوان اینکه استوانه نظام یعنی هاشمی رفسنجانی نه تنها طرد می شود بلکه به شکل مشکوکی فوت داده می شود. به هر صورت این خصوصیات این ساختارها و این قدرت ها هستش. این مثلث شومی که به عنوان فرمانروایان در جامعه ایران پس از انقلاب 57 شکل گرفته
که این مثلث شوم شامل بیت ولایت میشه، شامل نظامیان یعنی پاسداران میشه و روحانیان، و به فرماندهی و به رهبری شخص ولی فقیه سبب شده که شرایط جامعه ایران رو بدین گونه جلو ببره. من بر این باور هستم که از سال 1388 پس از خیزش 88 نظام وارد فاز فروپاشی شده است، و در واقع در پوشی که در خیزش 88 برداشته شد، مردمان آگاه شدن که چه میگذرد و حکایت نظام به چه شکستش، و به این سبب هستش که بالایی ها یعنی حاکمان دیگه توان و رمق فرمان روایی خودشون رو از دست دادن، و پایینی ها یعنی مردم دیگه بالایی ها رو نمیخوان. و اگر بپذیریم که بخصوص در دیما در خیزش دی ترس بخش از مردم هم ریخته شد، یعنی بخش توی دست جامعه جانم، بخش توی دست جامعه، مردم توی دست جامعه ریخته شد، برابر این ما میبینیم که این منحنی فروپاشی با یک ضریب زاویه تندتری در حرکت هستش. پس دو حادثه میتونه اتفاق بیفته، انقلاب یا فروپاشی از درون. چرا؟ چون شرایط آماده است. اما انقلاب نیاز به یک سری المنت هایی داره که یکی از اون المنت ها اپوزیسیون و رهبری قدرتمند هستش. در حال حاضر این چنین اپوزیسیونی و یک چنین رهبری در داخل کشور وجود نداره. بنابراین در نبود اپوزیسیون و در با توجه به اینکه دوران انقلاب ها به سر رسیده است، بنابراین احتمال فروپاشی نظام افزایش پیدا میکنه، و در اینجا باید گفت که فروپاشی با انقلاب متفاوته. ما وقتی نگاه میکنیم در تاریخ معاصر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، درسته که این فروپاشی در 1991 انجام شد، اما پیش درآمدهای این فروپاشی از حدود 11 سال پیش از آن آغاز شده بود. بحران‌های درونی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی به اوج خود رسیده بود، و نقطه یعنی در واقع کلیدش در حدود سالهای 1980 یعنی در اوایل دهه 80 زده شده بود، و حاصلش بهره آن در 1991 دیده شد. کلید فروپاشی نظام در خیزش 88 زده شد، بله. و ما باید در سالهای آینده بهره آن را ببینیم و شاهد این مسئله باشیم. جناب علوی، من یک نظریه رو نزدیک به 20 سال پیش مطرح کردم و گسترش دادم و بارها هم درباره اون سخن راندم و شما هم آشنا هستید باش، و اون بررسی دلایل ناکامی ها و گرفتاری های انقلاب مشروطه بود. داوری من این بود که و هست که ما برخلاف اروپا پیش درآمد دورانی رو که اروپا داشته، یعنی پیش درآمد دوران نوآوری اندیشه رو در ایران نداشتیم. پیش از انقلاب مشروطه نواندیشانی داشتیم جسته و گریخته، به ویژه کسانی که رفته بودند و سفر کرده بودند و به قول اون زمان فرنگ آشنا شده بودند با اندیشه های نو. عصر نوآوری، عصر نواندیشی در ایران به مفهومی که در اروپا نزدیک به 200 سال به درازا کشید در ایران وجود نداشت. بیشتر آمد انقلاب مشروطه نوآوران و نواندیشانی داشتیم، بیشتر اونها هم بازگو کننده اندیشه های اروپاییان بودند. فکر تازه‌ای در ایران تولید نشد. عصر نواندیشی و نوآوری ایران اینک آغاز شده، یعنی در واکنش به یک حکومت دینی ما در میان نسل جوان ایران با این نوع نگاه تازه روبرو هستیم. افسون بر این، رویداد دیگری که در ایران به راستی میتوان دید و در هیچ کشور دیگه اسلامی اصلا قابل شناسایی نیست، این حضور
آزادانه دلیرانه زنان ایران در پیشاپیش جنبش اجتماعی در ایرانه. این زنی که از روسری پرچم می سازه، این حرکت نمادین، حرکت فردی نیست، این واکنشی است به دخالت حکومت در خصوصی ترین امور زندگی مردم. ما با یک دوران تازه‌ای در ایران روبرو هستیم. من جدا باور بر این دارم که اگر ما بتوانیم از این گلوگاه پر از دشواری رد بشویم، با این نیروی بسیار توانایی که در جامعه ایران هست، نسل جوان علاقمند به پیوند با دنیای نو، با این امکانات ویژه روی هم رفته انرژی و زیرزمینی که ما داریم، با همه خسارت هایی که این حکومت وارد کرده، موقعیت ویژه ژئوپلیتیک ایران و همچنین حضور نزدیک به 4 میلیون ایرانی در 25 پیشرفته ترین کشورهای جهان، ما یک جهش بسیار بسیار تندی رو میتوانیم برای رسیدن به این کاروان تمدن و پیشرفت جهان انجام بدهیم. باز میگردد مسئله به نکته‌ای که شما مطرح کردید، این ریزش حکومت در ایران چگونه خواهد بود؟ آیا با ویرانی روبرو خواهد بود؟ با تفرقه؟ با حضور گروه های قومگرایی که خواهان پاره پاره کردن ایران هستند؟ کشورهای همسایه‌ای که خیز برداشتن از عربستان و اسرائیل و گروه هایی در خود ایالات متحده آمریکا که خواهان کوچک کردن ایران هستند، با این روبرو خواهیم بود و یا با یک درایتی برای گذار خشونت پرهیز از حکومت دینی برای دستیابی به یک حکومت پایبند به اعلامیه جهانی حقوق بشر و حکومتی که در همه شهروندان از هر آیینی، از هر پیشینه‌ای، از هر جنس و جنسیتی، به هر باوری که دارند، با یکدیگر در برابر قانون و از نقطه نظر حقوق برابر خواهند بود. من این رو خدمت شما گفتم، نگاه میکنم به ساعت، من و شما نزدیک به 28 دقیقه با هم گفتگو کردیم و بنا بوده که این برنامه شما باشه و بنابراین 20 دقیقه بیشتر برای برنامه باقی نمانده. این است که من با سپاس از شما و با این سخنانی که گفتم، اگر اجازه بدهید برنامه رو ترک کنم. شما در 20 دقیقه آینده در واقع دیدگاه های خودتون رو با هم میهنان گرامی در میان بگذارید. موافق هستید جناب؟ بسیار جناب امیر، کارگردان برنامه، با سپاس از شما بنده را از برنامه بیرون کنید تا جناب علوی بتواند آزادانه آشیانه اندیشه‌های خودشون رو با هممیهنان در میان بگذارند. سپاسگزارم. البته شما مهمان هستید، میزبان هستید و ما مهمان، ولی خب خانه رو به ما واگذار کنید، آشیانه رو به ما واگذار کنید با کمال میل. خواهش میکنم. من از همین آخرین پرسش آقای امینی آغاز میکنم و در خدمتتون خواهم بود تا دقایق آینده. به باور من به طور کلی پیشبینی کردن مسائل سیاست و آینده امر دشواری است. چرا؟ به این سبب که المنت های سیاست و جامعه به شدت داینامیک و متحرک هستند و می تواند این المنت ها روز آینده به شکل دیگه خودنمایی کنه. بنابراین تحلیل امروز بر شرایط امروز شکل مشخص امروز خودش داره. در مورد بانوان ایران باید اینو توجه کنیم. همانطور که حجاب چشم اسفندیار رژیم هست، به همون شکل مخالفت با حجاب، با حجاب اجباری، چشم اسفندیار بانوان هستش. یعنی چی؟ یعنی بانوان در ایران در تحت ستم مضاعف هستند. یک ستمی که تمام مردمان ایران برایشون غالب هست، ستم دیگه‌ای اون ستمی هستش که هر روز یک زن ایرانی که میخواهد از خانه بیرون آید باید یک سرپوشی بپوشد و از خانه بیرون آید و اینو در تمام لحظات روز احساس میکند و به اضافه تبعیض شدیدی که بر زنان در این جامعه چیره شده است. بنابراین تا
تصور بر این است که زنان نقش فراوانی در خیزش ها داشتن و خواهند داشت. نمونش همان پرچم سفید بلند کردن ده ها زن قدرتمند و فداکار در روی سکوها، در سر چهارراه‌ها و میدان‌ها در شهرهای مختلف ایرانه. این که آیا نظام آینده یک نظام مذهبی هستش، اینو میتونم با قاطعیت عرض بکنم که احتمالش بسیار بسیار اندک است. چرا؟ به خاطر که ایرانیان تجربه‌ای رو کردن و وامی که بدهکار بودن پس دادن به قول کسروی، بنابراین از این لحظه به بعد به عنوان اینکه دین باید به خانه ها خفته شود و دین از دولت و سیاست جدا شود، امری است که در جامعه ایران نهادینه شده و حتی در خیزش 96 دیدیم که بسیارانی از مردمان که بیرون آمده بودند شعار خودشون رو بر علیه روحانیت به عنوان نماد قدرت سیاسی روحانیت و دین در جامعه ایران مطرح کردند. و اما در مورد فروپاشی، من بحث فروپاشی رو شروع خواهم کرد تا جایی که زمان باشد و ما بقیه آن را احتمالاً در جلسات آینده، در برنامه‌های آینده خدمت دوستان عرض خواهم کرد. شرایط فروپاشی نظام جمهوری اسلامی در واقع وقتی نگاه بکنیم، نخست لازمه که قدرت سیاسی رو به عنوان مهمترین شرط استواری یا فروپاشی یک نظام تامگرایانه توتالیته و ایدئولوژیکی در نظر بگیریم. خب به باور من نظام جمهوری اسلامی یک نظام تامگرا و ایدئولوژیکی هستش، یعنی بر پایه شریعت و قوانین اسلامی که علمای روحانیت خوانش کردن بر او پایه گذاشته شده و جلو میره. از شکل فرمان روایی ملاحظه بفرمایید، یعنی بیت ولایت و قدرت ولایت، تا بقیه قوانین مدنی، قوانین شهری، قوانین جنایی، قوانینی که بر قوه قضاییه غالب شده است و غیره. بنابراین به این نظام با این خصوصیات ما میگیم نظام توتالیته یا نظام ایدئولوژیکی. ارکان قدرت سیاسی نظام حکومت اسلامی ایران میتونیم بگیم که به 4 عامل اصلی وابسته است. ممکنه عوامل فرعی دیگر هم باشد، ولی این 4 عامل اصلی به ترتیب اهمیت: نخستین مسئله میزان اقتدار نظام است. دومین مسئله منابع مالی نظام هستش. سوم مسئله شمار حامیان فعال هست. و چهارمین مسئله نوع و سطح و شکل رابطه این نظام با مجامع بین الملل و با کشورهای منطقه هستش. این متغیرهایی که خدمتون عرض کردم هم بر قدرت سیاسی تأثیر میذارن و هم از قدرت سیاسی تأثیر میگیرن. یعنی چی؟ یعنی کاهش یا افزایش اقتدار سبب کاهش یا افزایش قدرت سیاسی میشه و برعکس. این دو المنتی که من روش اصرار میکنم، یعنی مسئله اقتدار نظام و منابع مالی، از اهمیت فراوانی برخورداره. حاکمیتی که به طور همزمان دچار بحران اقتدار و بحران اقتصادی باشه، به باور من وارد فاز فروپاشی شده. خب حالا پرسش اینه که آیا این نظام دچار بحران اقتدار و بحران اقتصادی شده؟ اگر شده، بنابراین نظام وارد فاز فروپاشی خود شده. بنابراین این دو المنت رو ما امروز اگر بتوانیم موش شکافی کنیم، کالبد شکافی کنیم، شاید بتوانیم
وارد این پاسخ بشیم به این پرسش اساسی. چرا؟ چون این پاسخ به باور من اهمیت زیادی داره که نظام اگر وارد فاز فروپاشی شده است، تکلیف ما چیست؟ راهکار آینده چیست؟ ختمش فردا چیست؟ مشروعیت نظام که بخصوص در نظام اسلامی مطرح هستش، میتونیم بگیم که به عنوان منابع اقتدار نظام یعنی آیتوریته، به عنوان مهمترین عامل استواری این نظام جمهوری اسلامی مطرح هستش. یک سری منابعی هستش که اقتدار نظام رو شکل میده. من اینا رو به پنج قسمت اصلی تقسیم میکنم. یکی مشروعیت نظامه، به عبارت دیگه مشروعیت رهبر. دوم قوه قهریه یا قوه سرکوب هست. منظور من از قوه قهریه یعنی همین نیروهای سرکوبگر، لوا شخصی ها، امنیتی ها، سپاه پاسداران، نگارهای ویژه، ناجا و جریاناتی که به عنوان جریانات امنیتی، اطلاعاتی، نظامی بر مسائل امنیتی جمهوری اسلامی مسلطند. باید اینو توجه کرد که این جمهوری مقدس کلیه مسائل دور و بر خودش رو به شکل امنیتی نگاه میکنه. از یک اعتراض ساده کارگران یک کارخانه بگیرید تا نمایش یک فیلم، مجوز یک کتاب، اجازه گرفتن و پرونده گرفتن و پروانه گرفتن برای یک سروده، همه رو به شکل امنیتی نگاه میکنه. چرا؟ به خاطری که خصوصیت توهم مالخوریایی و در جستجوی دشمن ناپیدا و ناآشکار از خصوصیات این جمهوری مقدس هستش. مسئله بعدی یا سومین منبع، سومین مأخذ، یک پارچگی قدرتمندان حکومتیه. این مسئله مهمیه. قدرتمندان حکومتی آیا یک پارچه هستند یا اینکه مرافعات در بین بالایی ها فراوان است؟ و پس از اون مسئله رسانه هاست، انحصار رسانه ها. جمهوری اسلامی رسانه ها رو در انحصار خودش گرفته. چقدر این رسانه ها میتواند در اقتدار نظام به عنوان یک منبع مؤثر باشند و بالاخره ساخت بوروکراتیک حکومت، ریزش منابع اقتدار نظام از خیزش 88 آغاز شده است. یعنی چی؟ یعنی خیزش 88 سبب ریزش منابع اقتدار نظام شد و بخشهایی از ارکان اقتدار نظام با یک بحران جدی از سال 88 به بعد روبرو شدند. مشروعیت نظام به عنوان اولین منبع اقتدار نظام مطرح هستش. چرا؟ چون در نظام اسلامی ایران مشروعیت نظام یعنی مشروعیت ولایت. در بین علما، علمای نظام یا تحلیلگران نظام، دو خوانش متفاوت از مشروعیت مطرح هستش. یه بخش که به عنوان بخش اصلی اصولگرایان و روحانیان مطرح هستند، بری باورن که مشروعیت نظام، مشروعیت ولی فقیه از الله گرفته میشه و تنها مأموریت مجلس خبرگان که بر اساس قانون اساسی انتخاب رهبر و نظارت بر رهبر هست، این اهمیت ندارد، بلکه وظیفه مجلس خبرگان این هست که برود و رهبر را کشف کند. چرا؟ چون این رهبر مشروعیت خودش از الله گرفته است. اما برای خالی نبودن عریضه و فریب مردم، میگویند مقبولیت و
از مردم میگیرد که مقبولیت همون بیعتهای جعلی کاذبی هستش که هرازگاهی مردمانو در حسینیه امام خمینی جمع میکنن و به گونه با خمینی با خامنه ای بیعت میکنن یا نظامیان یا روحانیون یا دیگران بیعت میکنن. اینو به عنوان مقبولیت مطرح میکنن که میگوین مردم آمده اند و دارن با ولی فقیه بیعت میکنن، پس مقبولیت نظام مورد تایید هستش. ولی در بین بخش دیگه از اعتدالیون و اصلاح طلبان و حکومتی، اونا بری باور هستند که هم مشروعیت و هم مقبولیت از مردم دریافت میشه. تا پیش از خیزش 88 ما با یه حکومتی روبرو هستیم که اگرچه از حیث مشروعیت طی سالیان گذشته دچار فرسایش نسبی شده، ولی کماکان از دید ناظران به عنوان یک نظام مقتدر تلقی میشه و کوچکترین دورنمای فروپاشی در افق این نظام به چشم نمیخوره. خیزش 88، دوباره تاکید میکنم اینو، خیزش 88 سبب شد که در پوش ولایت برداشته بشه و بدین وسیله شاهد ریزش مشروعیت باشه و شخص رهبر به صراحت مورد خطاب عموم قرار بگیره. در این دوران چهره ساختار سیاسی جمهوری اسلامی آشکار شد و نقش واقعی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان پدرخوانده اصولگرایان و معمار جریان اصولگرایی در حوادث ریز و درشت سالیان اخیر و بخصوص کودتای انتخاباتی سال 88 و سرکوب‌های پس از اون به تدریج از پس پرده بیرون اومد. خیزش اخیر یعنی خیزش دی ماه 96 و مارش عظیم ایرانیان در خیابان‌های 80 شهر و شعار نخواستن خامنه‌ای، نابودی خامنه‌ای به عنوان نشانگر آسیب جدی به مشروعیت میتونیم تلقی کنیم. در خیزش دیما شخص رهبری و روحانیت و سپاهیان حامیان وی به صراحت مورد خطاب عموم قرار گرفت. یعنی چی؟ یعنی در واقع مردم به این درد و فهم رسیدن که نه تنها ولی فقیه به عنوان مانع اصلی در مقابل خواستهای آنان مطرح هستش، به عنوان پیش برد دیکتاتوری مطرح هستش، بلکه حامیان و همراهان و همسویان رهبر یعنی روحانیت و سپاهیان به عنوان دو عنصر دیگه، به عنوان دو ضلع دیگر مثلثشون باید مورد یورش مردم قرار بگیرن. کارنامه زشت و پلشت روحانیت به عنوان بازیگر اصلی نقش فراوانی در کاهش مشروعیت رهبری و کاهش اقتدار نظام بازی کردش. از سوی دیگه دستاوردها و کارنامه های تبهکارانه سپاه پاسداران سبب آسیب جدی به مشروعیت نظام زد. سال هاست که این مثلث شوم که تشکیل میشه از بیت رهبری و سپاهیان و روحانیون به رهبری رهبر ایجاد شده که اساس قدرت سیاسی رو تعیین و تبیین میکنن و این امر باعث شده که یک به هم آمیختگی، یک گره زدن سرنوشت سیاسی رهبر جمهوری اسلامی به سپاه پاسداران و روحانیات دیده شده میشه، به گونه ای که تضعیف یکی
تأثیر منفی بر دیگری میذاره. در نتیجه روش‌های تبهکارانه این مثلث شوم آسیب جدی بر کارزمای رهبر زده. سرکوب خشونت آمیز اعتراضات و اخبار تجاوزات جنسی و شکنجه در بلند مدت یک تأثیر تخریبی خودشو بر روحیه حتی کادرهای پایین سپاه و بخصوص نیروهای بسیج گذاشته شده. در اینجا از این فرصت استفاده بکنم و بگم که ما باید در آینده، در ماهای آینده شاهد باشیم که بخشی از بدنه نیروهای قهریه و نیروهای سرکوبکر از درون این نظام بیرون آیند یا بیرون رانده شوند و این ریزش با عنوان یک بازتابی از خشونت و خودکامگی هست که این حکومت بر همگی روا می دارد. المنت دوم مسئله منابع مالی هست که اینو من سعی میکنم در هفته آینده با هموطنان مطرح بکنم، اما در این لحظه آخر سخن امروز من دوست دارم یک سروده کوتاهی از دوست عزیزم شاعر گرانمایه صالح بخوانم برایتان. گرچه خنجر دست شب افتاده است، گرچه شلاق ستم آماده است، گرچه جان را می ستاند برف ظلم، باغ ما گرده شکوفه داده است. در ماه دی معمولا درختان شروع می کنند به پیشواز بهار رفتن، ولی شکوفه‌ای نمیدن، حاصلی نمیدن، بهره‌ای نمیدن. حرکت و خیزشی که در دی 96 آغاز شده، هموطنان ما نباید عجولانه انتظار یک بهره زودگذر و گذرا باشند، بلکه این حرکت‌ها، خیزش 96، خیزش 88، جنبش دانشجویی 18 تیر، یکایک اینها داره زمینه رو برای آن فاز فروپاشی نظام آماده میکنه. به عبارت دیگر اگر از حرکت 18 تیر تا خیزش 88 10 سال فاصله افتاد، اگر در حرکت 18 تیر فقط بخشی از جامعه ایران یعنی دانشجویان درگیر بودند، در خیزش 88 جماعت گسترده تری و در خیزش 96 در واقع هموطنان تهی‌دست نقش فراوانی داشتند. تا سخن آینده شادکام و پیروز باشید.